سرخط خبرها در برنامه امشب تلویزیون آشنایی صدای آمریکا. عکس العمل رهبران ایالات متحده و سایر کشورهای جهان در برابر اقدام داعش به زنده سوزانیدن پیلوت اردنی. جامعه الازهر گروه دولت اسلامی را گروه شیطانی خوانده است. کوبانی د داعش لپاره څه اهمیت لري؟ ماته خوړلې ده خو په ډیر لوی قیمت هم د بیرته نیولو هڅې ولی کوي. تحلیلگران در واشنگتن راجع به بودجه جدیدن پیشنهاد شده از سوی اداره اوباما و کانگرس چه نظر دارند؟ او د سرطان د نړیوال ورځې په مناسبت په افغانستان کې د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې په هکله د خپرونې ډاکټر سره بحث کوو. دا او نورې مهمې پیښې به د آشنا تلویزیون په دې یو ساعت خپرونه کې وګورئ. با تلویزیون آشنایی صدای آمریکا خوش آمدید. سلام بر شما. ساعت 8:30 صبح وقت واشنگتن و 6:00 به وقت کابل است. احمد فؤاد لامی هستم با برنامه امروز چهارشنبه 15 دلوی سال 1393 شمسی از شهر واشنگتن دی سی آمریکا. در این برنامه البته ویدیوی تکان دهنده سقوط یک طیاره در هنگ کنگ را خواهید دید و همچنان نظر کوتاهی داریم بر رویدادهای جالب جهان. اما نخست این که مقامات امنیتی اردن امروز خبر دادند که ساجد ریشاوی، زنی که قصد حمله انتحاری را کرده بود، و زیاد الکربولی، یک تن از جنگجویان دیگری مربوط به گروه القاعده را اعدام کردند. اعدام این دو نفر بعد از آن صورت گرفت که گروه دولت اسلامی دیروز ویدیوی زنده سوزانیدن معاز الکساسبه را به نشر رسانید. معاز پیلوت اردنی بود که بیش از یک ماه قبل به اسارت داعش درآمده بود. تفصیل بیشتر را از همکارم سید عزیز الرحمن گمین اکنون از مقابل قصر کانگرس با ماست میشنویم. خب عزیز جان، اول اگر بگویید که ساجد ریشاوی که امروز در اردن اعدام شد کی بود و به چی جرم گرفتار شده بود؟ سلام بر شما فرجا جان و بیننده های عزیز. در رابطه با ساجد ریشاوی باید بگویم که ساجد ریشاوی امو زن عراقی بود که در سال 2005 با اتهام دست داشتن در یک حمله مرگبار بمی در امان پایتخت اردن به مرگ محکوم شده بود و گروه داعش از چند قبل خواستار رهایی از این زن شده بود و میخواستند که اردن دوباره این زن را به می گروه تسلیم بده. و در زمین البته می خبر کشته شدن الکساس با پیلوت اردنی دیروز در حال نشر شد یا به نشر رسید که پادشاه اردن عبدالله و وزیر خارجه اردن اینجا در واشنگتن بودن و با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و با وزیر خارجه ایالات متحده ملاقات داشتند. در این ملاقات امریکا یا به خصوص خود شخص جان کری وزیر خارجه امریکا اعلان کرد که امریکا کمک سالانه خود را به اردن از 660 میلیون دلار به 1 میلیارد دلار افزایش خواهد داد و حمایت خود را از اردن اعلان کردند که ما یعنی در پهلوی اردن باقی خواهیم ماند. در زمن کشتن الکاساسبه اینجا توسط خود شخص رئیس جمهور و شخص جان کری محکوم شد. ما گزارش کوتاه را جور کردیم که با آواز خود شخص رئیس جمهور امریکا که همی عمل محکوم کرده به این آغاز میشه. یک جای گوش میکنیم. It's just one more indication. این کار بی‌رحمی و رفتار غیر انسانی دیگر این گروه را نشان میدهد. Barbarity of this organization. عبدالله پادشاه اردن نیز ضمن تقبیح کشتن الکساسبه این کار گروه دولت اسلامی را یک عمل بزدلانه توصیف کرد. استشهاد طیار خداوند او را ببخشد. او توسط یک گروه دهشت افغان بزدل کشته شد. این کار آنها به نهایت غلط و مجرمانه بود و هیچ ربطی به دین مقدس ما ندارد. هدف از سفر مقامات کشور اردن به واشنگتن اعلان گسترش کمک مالی از سوی امریکا به اردن که یکی از کشورهای عضو ائتلاف بین المللی ضد گروه دولت اسلامی می باشد بود. جان کری وزیر خارجه امریکا در ملاقاتی که با وزیر خارجه اردن داشت اعلان نمود که ایالات متحده مقدار کمک سالانه اش به اردن را از 660 میلیون به 1 میلیارد دلار افزایش می دهد. امروز اردن با خطرات و مشکلات گوناگون مواجه است. با مشکلات تعدید افراطیت و بخصوص میزبانی بیش از 800 هزار پناهجو در کشوری که نفوس خودش کمتر از 7 میلیون می باشد. با وجود آن که وزرای خارجه هر دو کشور در مورد ویدیوی نشر شده توسط گروه داعش صحبت نکردند، اما جان کری
بعداً کشتن معاذ الکساسبه را محکوم کرد. از سوی هم ناصر جوده وزیر خارجه اردن وعده حمایت کشورش را از امنیت منطقه ابراز داشت. در این وقت پر از خطر و آشفتگی اردن یک بار دیگر متعهد به ترویج صلح و ثبات و امنیت در منطقه است که صلح و ثبات و امنیت از سالها بدین سو ما را رها کرده است. بیننده های عزیز، با آتش زدن پیلوت اردنی نه تنها توسط مقامات امریکا بلکه توسط تعدادی از کشورهای جهان محکوم شد. در ضمن وزیر خارجه امریکا دیروز بیان داشت که امریکا حمایت خود را تا ختم تهدیدات گروه دولت اسلامی یا داعش تا زمانی که تهدیدات موجود است حمایت خود را قطع نخواهد کرد، بلکه با حمایت خود از ائتلاف بین المللی ضد گروه اسلامی یا داعش ادامه خواهد داد. بله، تشکر از شما. تشکر. و علمای جهان اسلام نیز زنده سوزانیدن پیلوت اردنی توسط گروه دولت اسلامی یا داعش را به گونه گسترده محکوم کرده و گفتند که چنین طرز کشتن ولو به هر دلیل باشد از نگاه اسلام مطرود است. سران جامعه الازهر که بالاترین مرجع تعالیم اسلامی نزد اهل سنت شمرده می شود با نشر اعلامیه خشمشان را نسبت به این عمل دهشت افکنانه داعش نشان داده و گروه دولت اسلامی را یک گروه شیطانی خوانده و گفتند که داعشیان سزاوار مرگند. از جانب دیگر ایاد مدنی سرمنشی سازمان همکاری اسلامی بزرگترین نهاد مشترک کشورهای مسلمان نیز با تقبیح عمل داعش آن را نقض صریح قوانین اسلامی خوانده است. نشر تصاویر و ویدیوی زنده سوزانیدن پیلوت اردنی از سوی گروه دولت اسلامی قهر و غصه مردم هم از مسلمانان و غیر مسلمانان را برانگیخت. شماری از شهریان کابل در برابر این اقدام گروه داعش چنین عکس‌العمل نشان دادند. این سوختاندن ای پیلوت ما فکر میکنم به نظر تمام کسانی که در کره زمین زندگی میکنن، انسانای کره زمین، این ضد بشریت است، ضد اسلامی است و ضد انسانیت است. این عملشان عمل نادرست است، غیر انسانی است و ما ایره تقبیه میکنم. زنده میباشه یا تیل میزنن یا به حساب گوگرد یا بلایتر ایره که میسوزنن، بسیار یک عمل بد است، یک عمل وحشتناک است، عمل وحشی است. هیچ از نگاه اسلامت انسانیت نیست. اینا بعضی حرکاتایی را که نشان میتن وحشت میکنه آدم به خاطر از کسی میگه در مقابل ما استاد نشه. این حرکاتایی را به خاطر از زمین مثلا انجام میتن، آدم ها را سر میبرن یا زنده میسوزانن. با اینکه میگه مسلمانان یا کسایی که به ضد ما استاد است میگه بدون جنگ مثلا در ما تسلیم شون، مثلا کس ما را در روبروی ما قرار نگیرن. چرا اسلام هیچ کسی را سزاوار زنده سوزانیدن نمی داند و گروه دولت اسلامی یا داعش که خود را ناجی اسلام می داند ظاهراً با چگونه توجیه این عمل را انجام داده است و بالاخره تأثیر این گونه اعمال بر حیثیت و آبروی اسلام در سطح جهان چه خواهد بود؟ در این رابطه صحبتی داریم با مولوی باباجان سیغانی، رئیس بنیاد تحقیقات اسلامی اقرا که از استدیوی کابل مهمان برنامه ماست. مولوی صاحب سلام بر شما، خوش آمدین. خب اول از این آغاز بکنیم که زنده سوختاندن یا زنده سوزانیدن انسان از دیدگاه اسلام واضحا بر اساس چه دلایل و چه روایات مطرود شمرده شده؟ نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. در پاسخ به سوال شما و سوال درد آلود شما باید عرض بکنم که حرف علمای افغانستان و شخص مایی که به عنوان یک رفت آمد کده مدارس دینی هستیم بالاتر از حرف علمای جامعه از هر که یکی از نهادهای کلان جامعه اسلامی هست نیست، بلکه ما به عنوان یک کسی که رفت آمدی به مدارس دینی داشتیم با علمای جهان اسلام، همکاری های اسلامی، جامعه الازهر، همصدایی
و به اصطلاح حمایت خود از همین جا اعلان میکنیم که اونها به عنوان یکی از مراکز بزرگ جهان اسلام تقبیح کردند. نه تنهایی که از طرف مراکز اسلامی بلکه از طرف تمام کسایی که در مکتب اسلام اندکی تعامل کرده باشند و تفکر کرده باشند قابل تقبیح هست و اسلام دین انسانیت، دین شرافت، دین اهلیت، دینی حتی محاکمه و حتی مجازات هست، در صورتی که پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که صحابه کرام از جنگ ها از جهاد می آمدن پس به خانه هایشان اونها را مورد مؤاخذه و مورد محاکمه حتی قرار می دادن که این یک امر طبیعی است که از دید اسلام چنین حرکاتی نه تنها این که وجه شرعی نداره بلکه ضربه دردناکی بر پیکر اسلام میرسانه. بله مولوی صاحب، گروه دولت اسلامی دلیل میاره که گویا در قصاص بمباری ها ای پیلوت را زنده سوختانده و ضمناً نقل قولی از ابن تیمیه رحمت الله علیه را هم آوردند. اگر حتی این یک قضیه قصاص هم فرض شود، اعمال همچون سوختاندن و مسئله کردن هم در اسلام قصاص داره یا خیر؟ ما خود ایتو باید عرض بکنم که جهان امروز به ویژه در شرقی که ما حضور داریم و زندگی میکنیم به کلی قابل مقایسه هست با جهان قبل از اسلام. یعنی هر گروهی، هر فردی، هر جامعه، هر حزب سیاسی وقتی که جرایم جنگی را اونا مرتکب میشن خواهی نخواهی به دنبال یکی دو روایاتی، به دنبال یکی دو حرف های میروند که ما چیزهایی را داریم. تا جایی که ما او را مشاهده کردم و مطالعه کردم به عنوان یک فیصله محکمه عادلانه اسلامی به چشم من نخورده، بلکه همونطوره که جهان اسلام، علمای جهان اسلام در این مورد نظریات بسیار معقول خود ارائه کردن، ما هم به عنوان یک مسلمان از اینجا باید عرض بکنیم که اگر کسی مجازات میشه با شیوه های اسلامی، با محاکمه عادلانه اسلامی که در تنگ بودن وقتی برنامه شما، من نمیتونم مثال های محاکمه اسلامی را برای شما عرض بکنم و این گنجایش نداره، باید از فلتر محکمی اسلام باید تیر شود. مولوی صاحب، گرچه تا کنون علامه واضح از نفوذ داعش در افغانستان دیده نشده، اما نگرانی های از این بابت پیدا شده برای برخی ها. مسئولیت علما و ملا امامان افغانستان در مبارزه با ترویج همچو افکار افراطی در جامعه مسلمان افغانستان چیست؟ انشالله که علمای بزرگ جهان اسلام به ویژه علمای افغانستان من حیث علمای واقعی و حقیقی کشور ما که در فقر و در هر شرایطی که زندگی میکنن بارها این را تکرار کردن از منابر و مساجد که اسلام دین اعتدال هست، اسلام دین برابری هست، اسلام دین محاکمه هست، اسلام دین منطق هست، که انشالله العزیز این را از طریق منابر گفتن و انشالله که عکس العمل هایشان در چنین موردی که یک انسان که نامی از اون معاذ باشه او را به آتش بزنن، انشالله که موضع‌گیری علمای اسلام هم واضح خواهد بود و این موضوع را انشالله که علمای افغانستان هم رد خواهد کردن. ممنون شما مولوی صاحب، تشکر. در فیسبوک تلویزیون آشنایی صدای آمریکا امروز پرسیده بودیم که زنده سوزانیدن معاذ القصاصه و پیلوت مسلمان اردنی توسط داعش به نظر شما بیانگر چی بوده و مسئولیت علمای اسلام در قبال همچون موضوعات و دفاع از حیثیت دین اسلام چی می باشد؟ باز محمد منگل از کابل نوشته چیزی که نفس دارد سوزانیدنش نارواست، این یک عمل غیر اسلامی و غیر انسانی است، علمای اسلام باید این عمل را غیر اسلامی و غیر انسانی اعلان کنند. دوست دیگر ما مرضیه منصوری نوشته از نگاه اسلام ریختاندن خون مظلومان حرام است، این وظیفه ایمانی و وجدانی هر مسلمان است تا نشان دهد که در اسلام جایی برای نفرت نیست. با تشکر از همه شما که هر روز در این سفر نظریات خود را با ما شریک می سازید، اگر می خواهید تازه ترین گزارش ها در مورد افغانستان و جهان را دنبال کنید و با ما در مورد مباحث روز تبادل نظر کنید،
در صفحه فیسبوک ما عضو شوید. آدرس این صفحه است facebook.com/voatv آشنا. پس از حملات هوایی نیروهای بین المللی و تهاجمات مصممانه پیشمرگه های کرد در سوریه، گروه دولت اسلامی یا داعش بالاخره کنترل خود را بر شهر کوبانی که یک نقطه عمده استراتژیک محسوب می شد از دست داد. اما با وجود این، گروه دولت اسلامی شکست را نپذیرفت و جنگجویان و تسلیحات بیشتری را به طرف کوبانی می فرستد. گزارش جف سلدن خبرنگار صدای امریکا را از همکارم می شنویم. بعد از ماها جنگ قسمت بیشتر کوبانی ویران شده است، ولی با وجود شکست گروه دولت اسلامی هنوز مقاومت می کند و این جنگجو تعهد می کند که این گروه باز می گردد. با وجود آنکه 1000 جنگجوی دولت اسلامی در کوبانی و همیان توسط عملات هوایی کشته شدند، تیاره های جنگی ایالات متحده و ائتلاف هنوز مواضع گروه دولت اسلامی را میابند و آن را مورد هدف قرار میدهند و برای برخی این نقاط ضعف گروه دولت اسلامی را نمایان میسازد. دلیل محتمل این که چرا آنها حتی با قیمت گزاف برای تصرف کوبانی میکشند، ابوبکر البغدادی رهبر این گروه است که شخصا برای تصرف این منطقه سرمایه گذاری کرده است. بنابراین گرچه از بود استراتژیکی هم منطقی به نظر نمیرسه، ولی آنها تلاش می کنند. هارمر میگوید که کوبانی جزء عمده تلاش گروه دولت اسلامی برای ایجاد نوع پناهگاه امن در منطقه می باشد که از دریای فرات آغاز و تا ترکیه و عراق می انجامد و تدریجا باید توسط تعداد اندکی از جنگجویان کنترل شود. برای قشر رهبری داعش مهم و حیاتی است که آنها این محل امن را ایجاد کنند، چرا که با آن آنها اس می کنند که تهدید نظامی از سمت ترکیه و یا همسرحدات ترکیه متوجه آنها نخواهند بود. و برای ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی این گزینه ارزش گزاف تلفات را دارد. او یک فرد نهایت متفکر است و ساختار این سازمان را به شکل بسیار واضح انکشاف داده است و احساساتی نیست. دکتر جرالد پولست میگوید برخی از خصوصیات البغدادی با صدام حسین دیکتاتور سابق عراق شباهت دارد. او یک خودپرست مطلق است که محو شخصیت خود است و در برابر خشونتی که انجام میدهد بی تفاوت است. پولست میگوید که ضعف البغدادی شاید به دلیل این باشد که وی محبوبیت خود را بیش از آنچه است تخمین میکند، اما هشدار میدهد که بیشتر تصامیم وی در بخش پیشرفت گروه دولت اسلامی مؤثر بوده است. لینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. یک تیاره مسافربری تایوان با 58 سرنشین آن صبح امروز با یک پل تصادم کرد و سپس در یک دریاچه خارج از شهر تایپه سقوط کرد. در این سانحه حداقل 15 نفر هلاک شدند و توقع می رود تعداد تلفات بلند برود. تصاویر و ویدیوهایی که از جریان این سانحه به شکل غیر حرفه‌ای از داخل موترها گرفته شده و در شبکه‌های اجتماعی پخش شده، یک تیاره شرکت ترانس ایشیا را نشان می دهد که یک بال آن به زاویه 90 درجه با یک پل برخورد می کند و سپس در دریاچه کلونگ سرنگون می شود. عملیات نجات در چند قایق و بدنه نیمه غرق شده تیاره نزدیک شدند و چندین تن اثر نشینان آن را نجات دادند. این سانحه در هوای نسبتا صاف رخ داده و تاکنون سبب آن معلوم نیست. در نتیجه تصادم یک قطار آهن در نیویورک با موتوری که روی خط آهن گیر مانده بود، 7 نفر کشته شدند. این حادثه شام سه‌شنبه در 20 کیلومتری شمال شهر نیویورک رخ داد. مقامات میگویند که موتور گیرمانده روی قطار آهن از نوع SUV بود و پس از آن روی خط آهن گیر کرد که میخواست از یک تقاطع خطوط آهن بگذرد. قطار آهن این موتور را تا یک مسافه به جلو راند و بالاخره هر دو آتش گرفتند. در اثنای این حادثه مسافران زیادی سوار قطار آهن بودند. علاوه بر کشته شدن 6 مسافر و راننده موتور، حداقل 12 تن دیگر زخمی شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اتحادیه اروپا را به یک مشارکت جدید فراخواند. در اعلامیه‌ای که از سوی نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان به نشر رسید، گفته شده که رئیس جمهور غنی امروز در دیدار با فرانز مایکل ملبن، نماینده خاص و رئیس هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان، بر تقویت روابط آینده تاکید ورزید. اعلامیه می‌افزاید که آقای ملبن پس از این دیدار گفت که کمک‌های مالی اتحادیه اروپا برای افغانستان در یک سطح استثنایی ادامه خواهد داشت و افزود
که حکومت جدید افغانستان خواستار یک نوع روابط جدید با اتحادیه اروپا می باشد، اما این نکته را نیز یادآور شده که از سوی جامعه جهانی اصرار قوی به خاطر تازه ساختن چارچوب حسابدهی دو جانبه ای وجود دارد که در توکیو مطرح شده بود. یک مرکز تحقیقات امور اقتصادی در واشنگتن میگوید پیشنهاد رئیس جمهور اوباما برای بودجه فدرال ایالات متحده با نیت خوبی همراست، اما برای تقلیل سطح قرض فزاینده کشور کمک نمی کند. صرف نظر از گمان زنی های خوشبینانه، کمیته تحقیقات اقتصادی میگوید طرح رئیس جمهور قابل اجراست. بودجه سال 2016 در 2000 صفحه یک طرح مسیر مالی رئیس جمهور اوباما در دو سال آینده و فراتر از آن است. هدف آن تقویت و حفظ سرمایه گذاری در میان طبقه متوسط ایالات متحده ای امریکا است. اما این بودجه با نزدیک به 4 تریلیون دلار بهای سنگینی را با خود هم می کند که شامل 561 میلیارد دلار مصارف دفاعی، 478 میلیارد دلار برای پروژه های عامه، 526 میلیارد دلار برای مصارف غیر دفاعی همراه با کاهش مالیات برای طبقه متوسط و کالج رایگان محصلین می باشد. دایان لم، یک اقتصاددان در کمیته توسعه اقتصادی واشنگتن، می گوید در حالی که طرح ستودنی است اما دور از واقعیت می باشد. هیچ مشکلی با سرمایه گذاری ندارم و فکر میکنم که در واقع کشور برای آنچه که باعث رشد اقتصادی دراز مدت شود به اندازه کافی سرمایه گذاری نمیکنه. اما ما باید طرق واقع بینانه را برای پرداخت از او جستجو کنیم. در غیر صورت این سرمایه گذاری هرگز اتفاق نخواهد افتاد. بودجه بیش از 2 تریلیون دلار در افزایش مالیات را برای بیش از 10 سال آینده پیشنهاد می کند و عمدتاً بالای شرکت های بزرگ خواهد بود تا در پرداخت این مصارف و این طرح کمک نمایند. اما بعید به نظر می رسد که اکثریت جمهوری خواهان هر دو مجلس در کنگرس رویان توافق نمایند. بنابراین اگر شما به 1 یا 2 دهه بعد از ختم بودجه 10 ساله برین، دیده میشه که ما هنوز هیچ کاری نکردیم تا دریابیم که چگونه بتانیم هزینه های مراقبت های صحی را پایین بیاریم. لم میگوید این باید برای سرمایه گذاران نگران کننده باشد، زیرا بزرگترین اقتصاد جهان صرف به همان اندازه خوب است که سلامت اقتصادی آن می باشد. جک لو، وزیر خزانه امریکا، میگوید که نه تنها اقتصاد ایالات متحده در سطح ثابت در حال رشد است، بلکه نسبت به بسیاری از کشورها بهتر می باشد. واقعیت آن است که بزنس ها و شرکت های ما نزدیک به 3 میلیون شغل در سال گذشته ایجاد کردند که بیشترین رقم مشاغل از اواخر دهه 90 تا کنون است. از دیدگاه جهانی ما همچنان به تلاش های خود در مورد عملکرد بهتر نسبت به شرکای خود ادامه می دهیم. کنگرس و رئیس جمهور هنوز هم باید روی بودجه قبل از آن به توافق برسند که به قانون تبدیل شود، مگر اینکه هر دو طرف دارای اراده سیاسی برای مبارزه با برنامه‌های گران قیمت باشند. لم میگوید هیچ گنجایشی برای این سند نیست و بخش بسیار کمی از آن تصویب خواهد شد. لیلا محبیب عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. فیلم امریکن سنایپر یا نشانزن امریکایی که با کارگردانی کلینت ایست وود و بر اساس سرگذشت واقعی کریس کایل، عضو نیروهای بحری امریکا، تهیه شده مورد توجه زیادی قرار گرفته است. کریس کایل 4 بار به صفت سنایپر یا نشانزن به عراق اعزام شده و در دوران مأموریت خود سربازان زیادی امریکایی را نجات داد. فیلم امریکن سنایپر در حقیقت اثرات جنگ بر روان انسان را به نمایش می‌گذارد. You might have seen things or done some things over there that you wish you hadn't. Oh, that's not me, no. کریس کایل یک نشانزن افسانه‌ای بسیار سری است که از کشتن دشمن باک ندارد. امریکن سنایپر یا نشانزن امریکایی در مورد افراد شجاع جنگی امریکا نیست. این یک دراما یا داستان در مورد آسیب‌های عاطفی است که از تأثیر جنگ به انسان می‌رسد و حتی بالای سربازان خیلی ورزیده و مؤثر تأثیرات خود را می‌گذارد. معمولاً کریس که خود یک همسر و یک پدر است، در بازگشت از جنگ کمتر قادر به سخن گفتن در مورد آنچه که تجربه کرده
با خانواده‌اش می شود. رایان گلوچی، معاون اداره سربازان جنگ های خارجی ایالات متحده می گوید این یکی از معمولی ترین صدمات عاطفی است که سربازان تجربه می کنند. شما فقط از یک تجربه بسیار عمیق بیرون شده اید و برای یک فرد غیر نظامی مفهوم آن دشوار است. به همین دلیل من فکر میکنم فیلم های شبیه به این فیلم و منظور سعی و تلاش برای فهمیدن و درک تجارب و برخی از احساسات خاصی است که فرد بعد از جنگ تجربه میکند و با آن به خانه برمیگردد. برادلی کوپر بازیگر نقش مرکزی در نقش کریس کایل در این فیلم ظاهر شده که بی سر و صدا در تلاش برای بازیابی خود و بازسازی زندگی خود است. تصویر و نقش آن مرد توانست او را نامزد جایزه اسکار برای بهترین بازیگر نقش اول مرد بسازد. این فیلم به طرفداری از جنگ و یا ضد جنگ نیست و یا حتی یک فیلم جنگی نیست. این یک فیلم در مورد مبارزه یکی از شخصیت های فیلم برای مقابله با زندگی عادی و خانوادگی و کار اوست که زندگی خود را باید وقف کشورش کند. کریس کایل در فوریه سال 2013 توسط یکی از سربازان سابق جنگ که از مریضی روانی رنج می برد به قتل رسید. همسر او می گوید این فیلم برای او خیلی با اهمیت بود. من کمی آرام شده بودم قبل از اینکه این فیلم را تماشا کنم، اما با دیدن آن درک کردم که چی بار گرانی را هنوز بر دوش حمل می کردم و این بار از دوشم بلند شد. آنها واقعا کریس را دریافت کردند و درک کردند که او با تمام خوبی ها و بدی هایش چی کسی است. این فقط نوی نمایش بود برای دنیا تا ببیند و این زیبایی آن است. امریکن سنایپر نامزدی جوایز اسکار را برای بهترین تصویر و مقایسه احساس بشری در زمان جنگ و زمان صلح حاصل کرد. اگرچه فیلم کامل تر می بود اگر دشمن را بیشتر به نمایش می گذاشت. ولی باز هم تا حد زیاد موفق بود. لیلا محبیب عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. و اکنون هم فشرده ای از خبرهای جالب و دیدنی جهان را همکارم خدیجه الکوزی تقدیمتان می کند. بحرین، دومین نمایش اسب‌های بحرین در یک منطقه غربی پایتخت بحرین برگزار شد که توجه تعداد زیاد اسب سواران و تماشاگران را جلب کرده بود. مسئولین انجمن اسب‌های بحرین بیش از 120 اسب محلی را به نمایش گذاشتند. در این کشور پرورش اسب‌های عربی بیش از 200 سال قدمت دارد و آنها در تلاشند تا این عنعنه دیرینه را حفظ کنند. آمریکا یک بقعه در روز خاص بقعه ها نشان داد که امسال در آمریکا بهار زودتر می رسد. در یک منطقه ایالت واشنگتن آمریکا اکنون یک روز رسماً به نام روز بقعه ها اعلام شده و از این روز تجلیل به عمل می آید. گرچه سابق در این مناطق در مورد پیشبینی آب و هوا از مشخرماها استفاده می شد، اما حال تجربه این کار توسط بقعه ها دقیق تر خوانده شده است. ژاپن می خواهد نوع چراغ های را طراحی کند که انرژی برق را کمتر مصرف کند و این نوع چراغ ها را در تعمیرات کشور خود تا سال 2020 نصب کند. این نوع چراغ ها که به نام LED یاد می شود قابلیت استفاده بیشتر را دارا می باشد و 80% انرژی کمتر را در ساعت به مصرف می رساند. قرار است از نور این نوع چراغ ها برای تسهیلات دیگر نیز استفاده گردد. فرانسه شرکت مود فیشن مشهور شنل این بار لباس‌های را طراحی کرده تا توجه را به حفظ محیط زیست بیشتر جلب سازد. آنها در این مجموعه طرح گل‌های وحشی را با کاغذ‌های دوبودی استفاده کرده بودند. در این مجموعه لباس‌ها بیشتر برای بازدید از باغ‌ها و باغبان‌ها طراحی شده بود و هدف از سرسبزی و حفظ محیط زیست بود که این طرح مورد توجه قرار گرفت. بخش دری تلویزیون آشنای صدای آمریکا برای امروز در همینجا پایان یافت. همکارم برشنا عمرخیل در نیم ساعت بعدی با مطالب و خبرهای تازه‌تری در بخش پشتو میزبانتان خواهد بود. تا برنامه فردا، خدا نگهدار.
ټول د حقیقت په لټه کې دي. د امریکا غږ د یوې باوري سرچینې په توګه نړیوال شهرت او اعتبار لري. برای آگاهی از خبرها هر کس به یک منبع معتبر نیاز دارد. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک په امریکا غږ د یوې ډاډمنې خبری سرچینې په توګه اعتبار لري. مردم اخبار جامعه جهان را می خواهند و صدای امریکا آن را در هر بخش فراهم می سازد. مؤثر